سلام، بریم برای قسمت چهارم فرم چامکیو و کاربردهای حرفه‌ای اون با ما همراه باشید. خب ما ضبط‌های قبلیمون تا قسمت دبل تان و دبل بونگ رو رفتیم. چند تا نکته داره من انجام میدم. دایسینگ بریم جلو، بیاین جلو. میاد بالا. چند تا نکته، یکی این که سر میون دست باید باشه. یعنی این شکلی من نمی‌بینم. حریفمو از زیر دستم باید ببینم. یه بارم رو دوربین انجام بده شما. یکی دومیش این که این دست‌ها با هم شکسته داره و هم چسبیده و این شکلی نیستش که ضربه وارد بشه. این دفاعی که باید سوخت داده بشه بره. حالا کاربردش رو می‌خوایم کار بکنیم. ما توی فرم دبل میاریم بالا، دستامون رو دبل میاریم بالا، شیب 45 درجه داره و اون نکاتی که گفتم. ولی توی کاربرد معمولا تک دست انجام میدیم. حریف من داره ضربه چوب میزنه از بالای سرم. دو تا نکته. نکته اول، ما مثل همیشه با چوبش کاری نداریم. یعنی من هیچ دفاعی رو چوب انجام نمیدم، روی دست انجام میدم و باید این فاصله، اون 5 تا فاصله ای که قبلا توضیح دادیم و باید برید دوباره ببینید که تاکید بشه، من فاصله رو رعایت میکنم یا میسنجم خودم رو به دستش میرسونم. یه بار دیگه بیاد آیسین، از اینجا حرکت میکنم میرم پایین، سر از این ور بیاین، با این دست بیاین، از این ور سر من باید بین دستم باشه، یعنی این شکلی نباشه که خدای نکرده آسیب برسه بیه داشته باشه. و حالا از اینجا بعد موقعی که این از این مسیر رد شد، چون داره با شتاب میاد دیگه، بعدش من میتونم از اینجا ضربه بزنم، بگیرم، بکشم، بندازم روی دست، چوبو در بیارم و هزار مسئله دیگه. بخش بعدی، بعد از اینکه دستای من بالا رفت، ما یه دبل جات داریم، دستامو میاد پایین که بعدش پاچایدان و ضربه کف دست رو داریم. کجا کاربرد داره؟ منو هول بده تو همین پارتا. اگه تو این حالت وارد شد، من اینجا رو جات میکنم ضربه، یا دست موقعی که بیرون دست من افتاد و موقعی که داشت میکرد، من جات میکنم و پاچایدان ضربه میزنم، حریفو میبرم جلو. جمع کردن رو قبلا کار کردیم، این نیم دایره‌ام قبلا کار کردیم که کاربردش چیه و کجا استفاده میشه. بریم برای بخش بعدی. کاری که فنون قبلی رو کار کردیم، بخش قبلی فرمو کار کردیم، ما هر پارتی از فرم و زوج انجام میدیم، چپش رو انجام میدیم، بعد میریم برای راستش. الان این کاری که انجام دادیم، دایسینگ به این مرحله میرسه، یه پا حرکت میکنه عقب و یه روتیت رو داریم. دو تا پارته، یکی حرکت کردن عقب، دومی روتیت شدن است که هر کدوم یه کاربرد دارن. من اینجا وای میستم، حریف من میخواد پاشو بذاره پشت پای من و منو بکوبه زمین. خیلی استفاده میشه تو درگیری ها. اگه حریف اومد بکشه زیر پاتون، حالا من این پامو میام که شما بتونید ببینید، موقعی که حریف داره میاد بکشه زیر پای من، حالا من بخورم زمین، چه پام جلو باشه چه در حالت ایستاده میاد این کارو انجام میده، من چه کاری انجام میدم؟ همین پارتی که من توی وینچون انجام میدم و بعد روتیتو انجام میدم. یعنی از اینجا میاد و من میکشم و ضربه میزنم و تعادلش، یعنی نمیذارم پاش فرود بیاد. اینم تایمینگ داره، یعنی موقعی که پاش میاد و ضربه میزنه، اگه من بخوام بکنم دیگه نمیتونم، یا اینکه اگر زودتر بخوام این کارو انجام بدم نمیتونم. به محض اینکه پاش اومد و فرود نیومده، من باید این حرکت رو انجام بدم و زمین بزنم. پارت دومش چرخش ما داریم که ما اینطوری میچرخیم و حریف مرحله بعدی رو انجام میدیم. چرخش کجا استفاده میشه؟ موقعی که حریف من مش میزنه و من از اینجا گرپ میکنم و میخوام بکوبم زمین، ما کوبیدم زمینمون همین شکلی نمیکوبیم زمین، حریفمو قفل میکنم اینجا و اینجا شروع میکنم ضربه زدن. اینم از پارت دوم تا برسیم به اینجا و ضربه. حالا از اینجا به بعد میریم قسمت آخرمون، پامون این شکلی میچرخه و ضربه میزنم اینجا. مرحله ای که من وارد شدم، از اینجا پام 90 درجه روتیت میشه و من ضربه پا میزنم و یه نشست این شکلی دارم. حالا این نشست این شکلی و گاردی که میگیرم یه کاربردی داره، با هم دیگه کار میکنیم. ولی این ضربه پا، ببین ما الان ضربه پای چپو داریم میزنیم، دلیل نیستش که همش چپ میزنیم، نه، ممکنه با راست بخوایم. یعنی شما باید چپتون هم تمرین کنید، راستتون هم تمرین کنید. کجا استفاده میشه؟ موقعی که من دارم با یکی درگیر میشم و درگیری به وجود اومده، یک نفر از فاصله پا، تأکید میکنم از فاصله پا داره به من نزدیک میشه، من اون موقع میتونم از اینجا ضربه 90 درجه بزنم، حرکت بکنم، یا نه فقط دورش بکنم و دوباره برگردم سر حریف. اینا دیگه منیجیه که شما باید توی درگیری داشته باشید. این برای این پارت بود که من حالا هم چپو میتونم استفاده کنم، هم اینجا میتونم 90 درجه راستو بزنم و ورود پیدا کنم. تا اینجا ضربه پا رو زدیم، میریم برای این گاردمون. بعضی موقع ها میشه حریف ما ضربه پا میزنه، خیلی احتمالش
توی درگیری کمه، ولی ما چجوری دفاع میکنیم؟ گشتاوری که داره حرکت میکنه هر چقدر به سمت دست من بره، یه رقه اینجا رو نگاه بکنید، دست من از اینجا حرکت میکنه تا اینجا، آرنج منو نگاه کنید یه وجب حرکت میکنه، ولی مچ من دو سه وجب حرکت میکنه. به این میگیم که گشتاور، وقتی هر چی بیشتر باشه نیروی بیشتری داره. پس موقعی که ضربه پا داره زده میشه، من نمیتونم اینجا رو نگه دارم، پا ممکنه آسیب بزنه. میام چیکار میکنم؟ از اینجا میذارم روی زانو و قبل از زانو روی رون، روی زانو هم نه که آسیب ببینم، چون استخونه نباید شدت داشته باشه، از اینجا میشینم و اون گاردی که داریم حالا از اینجا میتونم استفاده کنم. این یک میشه، دو میشه و سه. آخر کار که من تو این استایل قرار میگیرم، این دست من از نقطه A به صورت حریف نقطه B مسیر مستقیم رو طی میکنه، مچ دست من، یعنی من از اینجا میام و میام بالا. عموما من میبینم که یا میان از وسط پرتابش میکنن یا این شکلی از پایین میارنش بالا. ببین ما وزنه نمیزنیم، چیزی از پایین نمیاریم بالا، از اینجا باید یه نقطه رو طی بکنه، یه مسیر یا یه لاین رو طی بکنه به این شکل بیاد بالا. دو تا کاربرد داریم برایش، یکی توی درجه 8 تکرار میشه، مانسا و ووسا وایساده، این اسپشیال و وینچون ما داریم کار میکنیم. اگر کسی این شکلی پاک من انجام بده و اینجا بخوام مش بزنم، الان این دست باید همون کارو انجام بده که ورود پیدا کنه و بیاد بالا. یه حالت عمومی هم که ما جنرال توضیح میدیم اینی که من از اینجا وایسادم، حریف من به من حمله میکنه، من الان میخوام دفاع کنم و دست من پایین قرار داره، از اینجا من دستمو باز میکنم میارم بالا. دو تا نکته، نکته اول این که دست من نمیاد از اینجا ورود پیدا کنه، ضربه رو میخورم. دومین نکته این که دست من صاف نمیاد بالا، ضربه رو میخورم. اون تایسا و یه جای دیگه استفاده میشه. مرحله بعدی من از اینجا ضربه میزنم میام بالا، از اینجا باید ببرمش پایین. دقت بکنید دست من رو، ما اینا رو توی چامکیو آموزش دادیم، تکرار مکررات. من از اینجا این دستو جمع نمیکنم اینا بیارم پایین، این اینجا میمونه میارم پایین. کجا استفاده میشه؟ موقعی که حریف من مثلا گردن منو گرفته که میخواد به من ضربه بزنه یا مثلا میخواد یه خم بگیره، من از اینجا میارم و حرکت میکنم میام بالا، یعنی دست من از اینجا ضربه میزنه. این مرحله بعدی، از اینجا ضربه میزنم و آخرین مرحله من میشم دبل مش. ببینید همه ماهیت وینچون دبل مشتشه، همه ماهیت وینچون مثلثشه و مشت های پی در پیشه و همه وینچون چین پوینتشه، این مشت های زنجیره ایشه. فقط یه نکته توی چامکیو اضافه شده که تو قبل از چامکیو ورود نداشت، ضربه زیریه، یعنی من این شکلی همه رو یاد گرفتم که از رو به رو از بالا ضربه بزنم. حالا میام میگم آقا یه دونم از زیر میزنم، کجا استفاده میشه؟ موقعی که حریف من مش میزنه، من اینجا برخورد به وجود میارم و از زیر حمله میکنم. بسیار کاربردیه، یعنی شما تو درجات خودتون توی لاتسواتون کار بکنید، یه دونه از زیر بیارید، اصلا قفل میشه حریف. مرسی که ویدیو ما رو نگاه کردید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، سوالاتتون رو برای ما بنویسید. ببینید ما توی وینچون چند تا فرم دیگه داریم، بیوجی هنوز مونده، آدمک چوبی هنوز مونده، این که ما بخوایم اونها رو آموزش بدیم نحوه اجراشو و از همه مهمتر کاربردشو کار بکنیم، همه به کامنت های شما بستگی داره و استقبال شما. من ببینم که شما دارید مشتاقانه میایین جلو، من هم مشتاق میشم که برای شما آموزشا رو بذارم. با ما همراه باشید تا هفته بعد.